خب ساند آف فریدوم منتشر شد، بریم ببینیم چه خبره. خب ساند آف فریدوم از اون فیلم هایی که موضوع خود فیلم و حواشی که تجربه کرد از خود فیلم مهمتره. در واقع این فیلم زمانی که داشت ساخته میشد با یک سری انتقادات مواجه شد، یه سری قدرت های نامشخص در هالیوود سعی کردن که این فیلم رو از اکرانش جلوگیری کنن و در واقع اینو بایگانیش کنن، ولی در نهایت موفق نشدن و فیلم رنگ اکران رو به خودش دید. البته برخلاف سینما ایران که مردم هیچ دخالتی در اکران شدن یا نشدن فیلم ندارن، توی هالیوود شرکت خصوصی هستن که خیلی قدرتمندن، خیلی تاثیرگذار هستن و تصمیم میگیرن که یک فیلم، حالا به روش‌های مختلف، نه روش مستقیم که دستور بدن فیلم بایکوت بشه، ولی به روش‌های مستقیم امتیاز فیلمو می‌خرن، بایگانیش می‌کنن و در واقع باعث میشن که فیلم نابود شه. در مورد فیلم ساند آف فریدوم هم اتفاق افتاده. سوژه فیلم سوژه حساسیه، آمریکایی‌ها خیلی دوست ندارن که در مورد این مسئله صحبت بشه و در واقع در مورد کودکانی صحبت بشه که دارن قاچاق میشن. تصاویر پورنوگرافی، تصاویر غیر اخلاقی از کودکان، کودکان زیر سن 14 سال که یک تجارت بسیار بسیار پرسودی شامل میشه. همین مسائل موجب شد که ساند آف فریدوم کلا توی هالیوود یه جوری تحریم بشه. یه سری سیاستمدارای محافظه‌کار اومدن گفتن که نه، اصلا تو آمریکا از این خبرا نیست، کلا همیشه گره بلبله. یه سری دیگه سیاستمدار پشت فیلم در اومدن گفتن که خب در مورد این مسائل با صحبت کنیم، نمیتونیم تو ابد پنهان کاری کنیم در مورد این مسائل. و در مجموع تمام این حواشی باعث شد که ساند آف فریدومی که با بودجه فکر میکنم 15 یا 16 میلیون دلار، حالا یکم کمتر ساخته بشه، بیش از 200 میلیون دلار فروش کنه. خیلی مردم رفتن فیلم رو دیدن، یه سری تجربه عجیب و غریب هنگام دیدن فیلم ازشون منتشر شد توی فضای مجازی، مثل اینکه خب یه سری حالشون بد شده، یه سریشون خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن، یه سری سینماها مثل این مشکل داشتن توی پخش فیلم که میگن عمدی بوده ولی خیلی نمیشه استناد کرد بهشون. و در مجموع به نظرم که یک اکران عجیب و غریب رو این فیلم تجربه کرده. حالا برسیم به خود فیلم، در مورد فیلم صحبت کنیم. داستان این فیلم در مورد یک مأمور مبارزه با قاچاق انسان به نام تیمه که تصمیم میگیره به دل کارتل های قاچاق انسان بزنه و در واقع بچه های زیادی رو نجات بده. تاکید سازنده های ساند آف فریدوم این بوده که فیلم خیلی از لحاظ احساسی فیلم غلیظی باشه. تقریبا میشه گفت تمام سکانس های فیلم سکانس هایی است که احساس تماشاگر توش برانگیخته میشه. فیلمی که تماشاش از لحاظ احساسی میتونه برای تماشاگرایی که خیلی حالا عاطفی هستن سخت باشه، مخصوصا اون نیم ساعت اول فیلم واقعا تاثیرگذاره. ولی خب در این حال مشکلاتی هم داره دیگه. اگه بخوایم اون بار احساسی رو بذاریم کنار، که به نظر فیلم خیلی موفق بوده در انتقالش، فیلم مشکل منطق داره. فیلم در واقع یک ماموری رو به ما معرفی میکنه که تصمیماتش صرفا با یک گفتگوی چند دقیقه‌ای تغییر میکنه. یک دفعه تصمیم میگیره که بزنه به دل کارتل، یک دفعه تصمیم میگیره بره تو دل شورشی‌ها و متاسفانه تمام این مکانهایی که میره به ساده ترین شکل ممکن کارش رو انجام میده و در واقع چالشش رو تجربه نمیکنه. فیلم از این بابت فیلم مشکل داره. در واقع منطق روایی فیلم دچار مشکله، هرچند که فیلم بر اساس واقعیت ساخته شده، ولی خب برگردان سینمایش به نظر میرسه که با کلی مشکل انجام شده. با این حال ساند آف فریدوم نکات مثبتی هم داره که باید بهش اشاره کنیم، مثل موسیقی خوب فیلم که کاملا در تناسب با سکانس های عاطفی فیلم خیلی خوب تونسته احساس رو به تماشاگر منتقل کنه و اگر یه مقدار تماشاگر احساساتی باشید حتی میتونه اشکتون هم در بیاره. و باید به بازی جیم کیویزر هم اشاره کنیم که در نقش تیم بازی خیلی خوب ارائه داده. جیم کیویزر همیشه بازیگر خیلی خوبی بوده. شاید آخرین فیلمی که از این بازیگر تو ذهنتون مونده فیلم مصائب مسیح باشه. بازیگری نبوده که خیلی بخواد قدرت ستارگی داشته باشه، بازیگری نبوده که خیلی بخواد حاشیه داشته باشه، ولی بازیگر خیلی محبوبیه تو آمریکا، بازیگریه که خیلی دوستش دارن تو آمریکا و اینجا به نظرم نقشش خوب بازی کرده. جا داره تو آخر ویدیو یه نکته هم اشاره کنم، اون اینه که خب ساند آف فریدوم علیرغم اینکه سوژه جنجالی داشته و آمریکایی‌ها خیلی خوششون نمیاد که به دنیا بگن توی آمریکا تجارت و کودک میلیاردها دلار درآمدزایی داره، با این حال فیلم اکران شده، فیلم تو تمام سینما اکران شده، دیده شده، نسخه اکران آنلاینش هم منتشر شده، هیچ کسی هیچ اتفاقی براش نیفتاده، هیچ کس رو براش حکم نبریدن که باید بشینی خونه بری کلاس فیلم سازی بخونی، هیچ اتفاقی براش نیفتاده. فیلم اکران شده، یه سری سوژه دیدن، قطعا یه سری مخالف این سوژن، قطعا یه سری موافق این سوژن، ولی خب فیلمه مشکلی نداشته، اکران شده در واقع. تمام عواملش هم صحیح و سالم دارن زندگیشون انجام میدن. به نظر من نکته بوده که باید بشه اشاره کرد. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگه ویدیو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و امیدوارم فیلم‌های ببینید که ذهنتون رو درگیر کنه. دم شما گرم و خدافظ.